فیلیک زمتگز استرالیایی باز هم به میادین برگشت و یک بار دیگه میخواد خودش رو برای رکوردهای جهانی آماده کنه. سلام، وقتتون بخیر. من محرزه کریمی هستم. اینجا چکاد یک ویدیو جذاب داریم در مورد فیلیکس زمتگز استرالیایی، اسطوره روبیک جهان، بیشترین رکورد شکن روبیک در جهان، بیشترین دارنده مدال در جهان در آیتم های روبیک و واقعا بگیم جزو سه تا اسطوره تاریخ کیوبینگ تا الان بوده. قطعا فیلیکس اولیش بوده. تو این ویدیو با ما همراه باشیم. فیلیکس به تازگی یک مسابقه شرکت کرده، یه میانگین زیر 6 ثانیه داده. قرار فیلم اونو با هم ببینیم. یه دونه دیتا در مورد خود فیلیکس داریم، یه خورده در موردش صحبت کنیم و ویدیو جدیدش رو هم با هم ببینیم. پس با من در ادامه همراه باشیم. خب بریم که یه خورده کارنامه فیلیکس رو با هم دیگه بررسی کنیم. فیلیکس تا الان از سال 2009 که اولین مسابقهش بوده تو 126 تا مسابقه شرکت کرده، 8837 تا حل رفته. بهترین رکورد 3 درصد 416 که باش هفتم جهانه، بهترین میانگینش هم 5.53 که پنجم جهانه. تقریبا دو سه سال پیش هم تو سینگل اول بود، هم توی اوریج تو دو در دو سینگل 71 صدام و میانگین 1.54 داره، توی 4 در 4 سینگل 17 میانگین 21، توی 5 در 5 سینگل 37 میانگین 42، توی 6 در 6 سینگل 1.18 اوریج 1.21 و تو 7 در 7 هم سینگل 1.53 و میانگین 2 دقیقه داره. قبلا تقریبا 6 7 سال پیش تو همه این آیتم ها به جز دو در را اول بود. جالب بدونید فیلیکس تا الان توی این مسابقه شرکت کرده 669 مدال طلا تونسته دست بیاره، 118 تا نقره و 65 برنز، هلوش 1000 تا مدال به دست آورده و از لحاظ بیشترین مدال تو طول تاریخ فیلیکس رتبه اول رو توی دنیا داره با 669 مدال طلا، 118 نقره و 65 برنز. بیشترین مدال طلای تاریخ هم توی روبیک فیلیکس تو آیتم های مختلف. فیلیکس تا الان تونسته 6 بار رکورد ملی بشکنه، 210 بار رکورد قاره‌ای و 121 بار رکورد جهانی در آیتم های مختلف رو بشکنه. خب فیلیکس هم می‌بینیم یه مدتی تمام دو سه سالی که خب زیاد تمرین نداره و خیلی تو سایه می اومد جلو و فقط صرفا توی روبیک بود. چند وقت پیش با مکس پارک توی مسابقه تو آمریکا شرکت کرد، توی مسابقه دوم شد، مکس پارک اول شد، ولی خب فیلیکس میانگینه خوبی زد، میانگینه 6 ثانیه بود. دو سه روز پیش توی مسابقه جدید شرکت کرد خود ملبورن و توی مسابقه تونست دوباره میانگین زیر 6 ثانیه بزنه و حالا کپشن که خوش گذشته بود میکرد، آقا دوباره من تونستم به میانگین قبلی برگردم و اینجور گوش میاد دوباره داره تمرین میکنه برای رکورد. بیشترین مدال های تاریخ هم به خدمتتون عرض کنم. نفر اول بیشترین مدال های تاریخ فیلیکس با 669 طلا، 118 نقره و 65 برنز. نفر دوم تاریخ بنس برایت با 641 طلا، 396 نقره و 261 برنز. و نفر سوم اریک آکرزدی که هلندی، 447 طلا، 266 نقره و 177 برنز. فیلیکس دارنده بیشترین مدال طلا توی تاریخ هم هستش. خب همونطور که می‌دونید فیلیکس از سال 2010 دیگه اولین رکورداش رو تونست بشکنه، میانگین 8 ثانیه، رکورد 677، رکورد 7356 و مدت‌ها رکورد دنیا فقط دست فیلیکس بود. فیلیکس تنها کیوبریه که دو دوره قهرمانی جام جهانی تو آیتم 3 درصد داره. تا حالا هیچ کیوبری نداشتیم تو مجموعه جام جهانی‌ها بیشتر از یک قهرمانی تو 3 درصد داشته باشه. فیلیکس تنها کسیه که هم
تونسته تو سال 2013 قهرمان دنیا تو سرسرش تو جام جهانی، هم تو سال 2015 توی برزیل. بیست تنها کسیه که دو بار قهرمانی جام جهانی رو در آیتم 3 در 3 داره. بریم با هم ویدیو میانگین جدیدش 55 و 95 رو ببینیم و برمیگردیم. خب بریم حلاش رو ببینیم. دستش گرم میکنه، حل اول رو شروع میکنه به اینسرشن کردن، داره رنگ سفید رو بررسی میکنه. سمون سفید شروع کرد، ایکس کراس با نارنجی و سبز، 4 تا پیر اوله رو پیله 5 و 3، خیلی خوب رفت، خیلی جذاب حل کرد. میره برای حل دوم، این بار از رنگ آبی شروع کرد، باز هم ایکس کراس 4 تا پیر اوله و پیله اوله پیله رو خیلی پشت سر هم میده، یعنی قشنگ انگار موقع اوله پیله رو تشخیص میده، واقعا قدرت میکرد. باشم گنه 12 مغلب هستش. میره برای حل سوم، این بار هم از رنگ قرمز شروع کرد، یه مکس کرد، یه کی هول زد، او اشتباه کرد و 8 و 86 یه دستش گرم میکنه. حل چهارمش هستش، حل قبلی رو خراب کرد، میخواد دیگه اونجوری نشه. داره اینسپکشن میکنه، رنگ نارنجی رو بررسی میکنه، فکر کنم نارنجی میخواد شروع کنه. حالا شروع کنم از رنگ نارنجی، رو آبی و زرد ایست کراس هست، 4 تا پیل اولل و پیلل جی سی پشت هم 6.400 میره برای حل آخر، از رنگ سپید میخواد ساب بزنه. باز هم بله، 4 تا پیل اولل و پیلل جی ایچ. خب این میانگین جذاب رو از فیلیکس دیدیم با میانگین 5.95. این اولین میانگینه فیلیکس برای زیر 6 سانی نیست و بهترینش هم نیست. فیلیکس چندین بار با میانگینه زیر 6 رکورد دنیا رو شکسته و بهترین میانگین شما مسابقات 5.53 هستش که باهاش در جایگاه پنجم دنیا قرار داره. جالب بدونین که خب فیلیکس مدت‌ها تمرین نمی‌کرد، اما با این رکوردی که تو مسابقات اخیرش ثبت کرده به نظر میاد که دوباره تمرین شروع کرده. تو مسابقه قبلش هم میانگین 6.79 زده بوده، 6.70 زده بوده، 6.20، 6.39 و عملکردش باز داره بهتر هم میشه. خب قطعا یه نکته که هستش اینه که دلیل افت فیلیکس نسبت به قدیم ها، چون قدیم ها فیلیکس همیشه تاپ 2 بود، اگه تاپ 1 نبود تاپ 2 بود، یعنی اگه نفر اول نبود نفر دوم دیگه حتی اکثر بود توی 3 در 3 دنیا. الان به خاطر خب سنش که رفته بالا، متولد 1995 میشه، 27 سال اگه اشتباه نکنم، مشغله های زندگی بعد کار و مشغله ها که بزرگ میشه خب تمرین کم میشه، برای همین که خب قطعا خورده افت داشته، ولی خب اینجوری که بوش میاد دوباره داره تمرین میکنه که به رکوردهای قبلیش برگرده. امیدوارم که باز هم درخشش فیلیکس رو ببینیم. قطعا وقتی که فیلیکس تو اوج باشه همه کیوبرها براتون یه زنگ خطریه و رقابت ها جذاب و جذابتر میشه. امیدوارم به جام جهانی سال دیگه هم برسه و تمام خودشو آماده کنه که یه رکورد خیلی خوب رو بتونه ثبت کنه و جزو مدعیا باشه. مرسی که همراهمون بودین، نظرشون تو کامنت ها برامون بنویسین، یادتونه که چنل تو بان دنبال کنین، سابسکرایب کنین، کاپی کنین داخل یوتیوب فارسی سرچ کنین، معرض کریم روبی کانال تو بان دنبال کنین، سابسکرایب کنین، همه ویدیوهای ما رو میتونین اونجا ببینین. ما بیش از 30 مدل روبیکو آموزش دادیم، انواع روبیکا رو سرعتی یاد دادیم، خود 3 در 3 بود برای سرعتی یاد دادیم و هر چیزی که از روبیک میخواین تو این کانال هستش. حتما ویدیو قدیمی تر رو ببینین، چون قطعا اگر سوالی داشته باشین تو اون ویدیوها بهش پرداخته شده. مرسی که همراه هستین، ارادت خدا نگهدار.